Well, hey guys, خوش اومدید به کانال با هم ببینیم. با یک ویژه برنامه اومدیم خدمت شما به همراه رامین دیباک به عنوان دو طرفدار سفت و سخت مادرید. منم سلام میکنم به همه با هم ببینیم ها. با هم ببینیم ها. با هم ببینیم ها. کیا هست اینا که میگید؟ آقا به عنوان یک رالین یک پیشنهاد ساده داریم. این فصل دیگه تکلیف مشخصه. لالیگا رو کی میگیره؟ فصل پیش هم همین بود. چیکار کنن دیگه؟ الان با حضور اندریک و امباپه این تیم شکست ناپذیر، این بارسا میخواد چیکار کنه بنده خدا؟ وینیو رو دیگه هم رودریگو هم تازه. اینا چه بودن؟ الان دیگه نور الان نور شد با امباپه. اونم مجانی. من نمیدونم چطور آدم میتونه طرفدار تیمی باشه که برای دمبله و گریزمان و کوتینیو یه دیگه چقدر پول دادن؟ 440 میلیون پوند یورو نمیدونم. یک ریالم خرج امباپه نشد. با اینکه چی شد؟ لالیگا رو گرفتیم، سیل رو گرفتیم، بارسا رو 4 بار پشت هم بردیم. 4 بار امسال اصلا تو دقت کرده باشی رقابت دیگه وجود نداره. امیر حالا دوستانه من موندم تو کار این بارسایی که الان میگن نیکو ویلیامز رو خریدیم. این بگم میگم دوستان رالیمون خودت هم حالا که بهتر در جریانی من چی میگم. پارسال وقتی فصل شروع شد ما چی داشتیم؟ نه خرید اونجوری کردیم خوسلو طبق معمول امباپه فقط بیلینگام آره. اول فصل ما کورتوها رو از دست دادیم، میلیتاو رو از دست دادیم، هالوا رو وسط فصل از دست دادیم، کارواخال این مصدوم میشد، با آنجلوتی رو داشتیم. با تمام این تفاصیل ما با اختلاف 11 امتیاز با بارسلونا قهرمان شدیم. یعنی چی؟ 4 بار هم دبل کنیم برای این بردن. بذار من پیشنهاد رو بگم. آقا به نظر من باشگاه بارسا به صرفه ترین کاری که میتونه بکنه اینه که آقا منحل کنه کلن باشگاه رو منحل کنه. تو اوج خدافزی که آقا افتخاراتی داشتیم و 5 تا سیل و اینقدر لالیگا اینا خدافز، این برندگان توپ طلا رو داشتیم، این حرکت ها خدافز. باشگاه بارسا این باید قاب رو دیوار گفتی یو سی ال شأن گذشته خودشو به نظر من حفظ بکنه خیلی بهتر از اینه که الان حساب باز کنن رو نیکوپیلی پدری و گاوی و شماره آدمای گنده رو بدم بهشون فکر کنن الان اینا کولاک میکنن. گفتی 5 تا، اون پنجمی آخری سال 2015 بود و از اون به بعد قهرمان که نشدن هیچ، حتی نیمه نهایی هم نیومدن. یعنی تقریبا 9 سال حتی با خود مسی دیگه من صحبتی ندارم. به نظر من باشگاه رو منحل کنن، بازیکن‌ها رو بفروشن، پیشنهاد خوبیه. همه کارکنان نیوکمپ و باشگاه بارسا برن خونه هاشون استراحت کنن. من شنیدم رشته‌های دیگه دارن، هندبال دارن که قهرمان میشن، والیبال دارن، واترپولو فکر کنم دارن، بسکتبال هم باید داشته باشن. خب تو اون زمینه ها اگه سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن مسلما افتخارات شاید کمتری از تیمای مشابه رئال بیارن، ولی باز به هر حال اونجا شانسشون بیشتر. اینی که میدونی چمنشون رو تیکه تیکه کردن فروختن خدا مشکل مالی که داره باشگاه خودش اصلا دیگه همه میدونن اصلا کم مونده شورت استفاده شده بازیکن‌ها رو بفروشن. ولی من خودم شخصا شورت دانیال وز یه دفعه رو میکنم از سال 2000 مثلا 8. ولی من خودم شخصا دوست داشتم بارسا قوی بود، هر وقت قوی بود بیشتر حال میداد رقابتشون. حالا آره خب رونالدو مسی آره اصلا ندارم. حالا آره نیکو ویلیامز که میگن رفت، دنی اولمو هم بره خوب میشه تیمشون هم یه ذره تیمتون جون بگیره. حالا من خوب میشه. حالا اینکه شوخی حساب باز نمیکنم منحل بشن و اینا که من جدی گفتم تیم جواب میده تو تیمشون. من فکر میکنم آره آلمانیا میتونن از ریشه درست کنن خیلی چیزا رو. من فکر کنم که نرفتن آلمانی به هر حال نشون داده که آلمانی ها هر جا کار کردن نامبر وان بودن. توخل تو خود آلمان دیدیم پس توی توخل هم مشکلات خودشو داشت. توخل درسته یا توخل؟ توخله. توخله؟ آره. مطمئنی؟ آره آره. هیچ جا هیچ کس تاله نگفته توخل. تو چرا گفتی توخل؟ ممنونم بچه‌ها که همراهی کردیم با ما تو اینجای ویدیو. نظرتون رو برای ما بذارید. اگر بارسایی هستید براتون واقعا متاسفم، اگر رئالی هستید حتما برای ما کامنت بذارید، ما رو همراهی بکنید. باز هم شما رو می‌بینیم. خداحافظ. با هم.